سلام بچه ها، به کانال وردن فنکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز براتون لیست 10 تایی از بدترین ویژگی های بازی های شاهکار آماده کردم. یه سری بازی هستن که همه قبول دارن در دستبندی شاهکار قرار میگیرن، اما این بازی ها هم یک سری ایراد دارن که من امروز به 10 تاشون اشاره میکنم. شماره 10، ماس افکت 2. سگانه ماس افکت یکی از بهترین تریلوجی هایی که تا حالا توی بازی های ویدیویی ساخته شده. فکر میکنم همه قبول داشته باشن که ماس افکت 2 بدون تردید نسبت به ماس افکت 1 و 3 بهتره. که خب این به اون معنی نیست که ماس افکت 2 بی‌نقصه. چرا که از نظر من یه ایراده خیلی بزرگ داره و اونم گیم پلیشه. سیستم مبارزه خیلی خیلی ساده است. خب ماس افکت 1 سیستم مبارزش از اینم بدتر بود، اما نسخه اول بود، کسی زیاد ازش انتظار نداشت. اما ماس افکت 2 واقعا چیز خاصی رو اضافه نکرده بود. شما فقط کافیه سیستم مبارزه رو با بازی ماس افکت 3 مقایسه بکنید تا بفهمید که المان‌های آر پی جی چقدر بیشتر توی ماس افکت 3 رعایت شده. اگر فقط گیم پلی بازی ماس افکت 3 و ماس افکت 2 رو عوض می‌کردین، بدون شک ماس افکت 2 تبدیل می‌شد به یک بازی بی‌نقص. داستان اون فوق‌العاده است. همه عاشق مأموریت خودکشی هستن. اما این قضیه رو هم باید بپذیرید که سیستم گیم پلی اون چیز بیشتر از یک کاور شوتر نسل هفتمی نبود. شماره 9، Elden Ring. یکی از بهترین بازی‌های ویدیویی که تا الان ساخته شده. درسته فروشی که Elden Ring بهش دست پیدا کرده، بقیه بازی‌ها تا 10 سال هم نمیتونن بهش دست پیدا بکنن. Elden Ring یک بازیه که به معنای واقعی تونسته آتش کسایی که به بازی‌های سولزبورن علاقه دارن رو برطرف بکنه. اما این هم به اون معنی نیست که این بازی بی‌نقصه. چرا که از نظر من میشه یک ایراد بزرگی رو به Elden Ring وارد کرد و اونم اینه که دشواری اون اصلا بالانس نیست، مخصوصا زمانی که شما به اون باسای آخر میرسید. مهم نیست که شما چقدر هلستون باشه و یا چه سلاحایی داشته باشید، اون باسای آخر خیلی عجیب و غریب سختن. میدونید کسایی مثل Elden Beast و یا ملانیا شما را میتونن با چند تا ضربه بکشن، کمبوهای خیلی طولانی دارن، یک سری از اتکاشون طوریه که شما اصلا نمیتونید داج بدید و از همه اینا گذشته شکست دادن اونا با سامن که خب میدونم شدنی هم هست اونقدر بهتون حال نمیده. شماره 8، GTA San Andreas. کسایی که یکم سنشون بیشتر باشه احتمالاً خاطرات خیلی خوبی با بازی GTA San Andreas دارن. که خب آره حقم دارن. GTA San Andreas توی دوره‌ای که عرضه شده بود واقعاً بازی فوق‌العاده‌ای بود. اما بذارید یه سوالی ازتون بپرسم. تا حالا شده دوباره برید بازی GTA San Andreas رو انجام بدید تا بفهمید چقدر سیستم رانندگی اون روی مخ بود؟ ماشین‌ها حتی راحت‌ترین پیچا رو طوری حرکت می‌کردن که انگار دارن روی یخ اسکی میرن. آره میدونم که شما باید مهارت رانندگی خودتون رو افزایش میدادید، اما اینم با عقل جور در نمیاد. سی جی سالها رانندگی کرده بود، اینطور نبود که تازه رانندگی یاد گرفته باشه و بعد شما بخواید رانندگی اون رو بهتر بکنید. این قضیه رو میتونیم توی خلبانی لحاظ بکنیم، چرا که ظاهرا تا قبل از یاد گرفتن خلبانی اون پشت هواپیما و یا هلیکوپتر ننشسته بود. اما باز هم باید به این موضوع اشاره بکنیم که اون بخشا هم حسابی روی مخ بودن. یعنی زمانی که شما میخواید گواهی نامه هواپیمای خودتون رو بگیرید دهنتون سرویس میشه، چرا که یکی از بدترین سیستمای هندلینگ هواپیما رو داره. فقط کافیه با جی تی بی مقایسه بکنید تا بفهمید اون چقدر بهتره. شماره 7، Red Dead Redemption 2. بریم سراغ یکی دیگه از بازی‌های فوق‌العاده راکستار که می‌دونم طرفدارای زیادی داره. احتمالاً الان دارید به صحنه‌های فوق‌العاده این بازی فکر می‌کنید و با خودتون می‌گید به این بازی اونقدر نمیشه ایرادی وارد کرد. خب اگر اون بخشای خیلی واقعی گیم پلی رو بذاریم کنار، یکی از چیزایی که فکر میکنم همه حسابی از دستش آسی هستن و Red Dead Redemption رو نمیتونه به یک بازی بی‌نقص تبدیل بکنه، سیستم شاهد و یا همون ویتنسه. یه بازی اگر شما کسی رو بکشید و یا خلافی رو انجام بدید، NPC ها میتونن شما رو ببینن و بعد برن این خبر رو به کلانتر بدن. اوکی اونقدر دور از ذهن نیست. دور از ذهن اینجاست که شما اگر وسط ناکجا آبادم کاری رو انجام بدید، جایی که تا فرسنگ ها کسی دیده نمیشه، یهو یک شاهد از ناکجا آباد سر و کلش پیدا میشه و بعد سعی میکنه این خبر رو پیش کلانتر ببره. یعنی شما حتی یک دزدی ساده رو هم نمیتونید انجام بدید به خاطر این سیستم مزخرف ویتنس. یکی از مهمترین ایرادات بازی به نظر من همینه که فکر میکنم بیشتر شما باید با من هم عقیده باشید. شماره 6، Legend of Zelda: Breath of the Wild. بدون شک سری Legend of Zelda یکی از مهمترین فرانچایزهای بازی‌های ویدیویی به حساب میاد که انصافاً بیشتر بازی‌هاش هم بازی‌های جذابی هستن و خب Breath of the Wild هم بی‌نهایت بازی جذابی بود و طرفدارای زیادی داره. این بازی بی‌نقص نیست. اتفاقاً یک نقص خیلی بزرگ داره و اونم دیورابیلیتیه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه سلاح‌ها و لوازمی که شما دارید یک عمر مفیدی دارن و بعد از اون میشکنن.
خب توی خیلی از بازی‌ها اینطوریه، درسته، اما باور کنید هیچ کدومشون به اندازه لژند آف زلدا برث آف دی وایلد روی مخ نیستن. چرا که دیورابیلیتی سلاحایی که شما توی این بازی دارید از چوب هم پایین‌تره، یعنی امکان نداره شما 7 8 دقیقه با یک سلاح مبارزه بکنید و بعد اون نشکنه. خب بعضی سلاح ها اصلا با عقل جور در نمیاد، مثلا وقتی شما مستر سوردو دارید چطور امکان داره اون هزاران سال سالم بمونه ولی بعد از اینکه شما با چند تا دشمن معمولی رو شکست دادید بشکنه. سازنده ها هدفشون از ایجاد این سیستم این بود تا شما رو مجبور بکنن از سلاح های مختلف استفاده بکنید. خب این بیشتر فقط اعصاب شما رو خرد میکرد، واقعا برای کسی مهم نیست که بگیره از سلاح های متفاوت استفاده بکنه، اونا یه سلاح خوب دارن و ترجیح میدن از اون استفاده بکنن. اما سازنده ها ظاهرا با این قضیه مشکل داشتند. شماره 5، بتمن آرکام سیتی. راکستدی با درست کردن بازی های آرکام به بقیه نشون داد که بازی های ابرقهرمانی هم میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، چرا که قبل از آرکام اسایلم اونقدر کسی به بازی های ابرقهرمانی توجه خاصی نمی کرد. اما خب دومین بازی اونا یعنی آرکام سیتی بهترینه، با اختلاف هم بهترینه. اما این بازی هم یه ایرادی داره که فکر میکنم همه با من باید هم عقیده باشید، اونم بخشایی که شما به جای کتوامن بازی میکنید. آره، اکثرا ما عادت داشتیم با بتمن بازی بکنیم که خب مبارزه کردن باهاش به خاطر قابلیتایی که یاد گرفته بود خیلی لذت بخش بود، اما مبارزه کردن با کتوامن به هیچ عنوان لذت بخش نبود، چرا که به شدت از بتمن ضعیف‌تر بود و اونقدر کمبوهای جذابی نداشت. به همین دلیل بخش مبارزه که کلا روی مخ شما بود. اما احتمالاً به خودتون میگید کتوامن باید توی بخش مخفی کاری خوب تر باشه، درسته؟ اما نه، حتی توی بخش مخفی کاری هم اونا تونستن کاری انجام بدن که بازی کردن به جای بتمن خیلی بهتر از کتوامن باشه. شماره 4، اسکایریم. تقریبا میتونیم بگیم بهترین بازی که بسزا درست کرده اسکایریمه، که خب آخرین بازی خوبشون هم به شمار میاد. انصافا نکات مثبت خیلی زیادی در مورد اسکایریم وجود داره، اما نکات منفی هم هست که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم. خیلی از این نکات منفی مربوط به این میشن که خب یک 10 سالی از عمر این بازی گذشته، اما یکیشون هست که هیچ ربطی به عمر بازی نداره، اونم کوست های ریدینته. میدونید توی هر بازی اوپن ورلد اینطوری که یک سری کوست فرعی وجود داره که شما میتونید اونا رو حل بکنید و به جاش ایکس و یا جایزه بگیرید. همچنین کوست هایی داخل بازی اسکایریم هم هستن که یک سریاشون ریدینتن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ وقت تموم نمیشن. خبر خوبیه؟ نه، چون این کوستا خیلی حوصله سربر و احمقانه هستن. اینطوریه که شما خیلی رندوم به یک جایی فرستاده میشید تا مثلا فلان کسی رو بکشید. هیچ داستان خاصی پشتش وجود نداره. یعنی که به فلان غار میرید تا یک آیتم الکی رو به دست بیارید. این کوستا واقعا روی مخ بودن. اما به فضا ظاهرا از این کانسپت خیلی خوشش اومده بود. چرا که توی بازی فالات 4 هم ازش استفاده کرد و توی اون بازی هم دقیقاً به همین اندازه روی مخ و چرت هستن. شماره 3، بایوشاک. زمانی که بازی بایوشاک در سال 2000 رفت اومد به بازار، هیچ کس فکرش نمی‌کرد اونقدر بازی جذابی باشه. اما ایرشنال گیمز تونسته بودن یکی از بهترین بازی‌های اول شخص شوتر رو درست بکنن. بازی که همه چیز در مورد اون میتونست نظر شما رو جلب بکنه. البته نه همه چیز. آره، بیشتر بخشایی که داخل بازی بایوشاک وجود داره جذابه. شما از انجام دادنشون لذت می‌برید. فقط یه مشکلی وجود داره و اونم دقیقاً مرحله آخر بایوشاکه، جایی که شما با اطلس مبارزه میکنید. یه باس فایت، باس فایتی که به هیچ عنوان نیاز نبود داخل بازی باشه، چرا که از نظر مکانیزمی هیچ چیز خاصی در مورد اون باس فایت وجود نداشت و یک جور تافته جدا بافته از کل بازی به حساب میومد، که خب دلیلش هم این بود که اصلا یک استدیوی دیگه اون بخش باس فایت رو درست کرده بود. ایرشنال گیمز فکر میکرد که اگر یک باس فایت آخر بازی نداشته باشن اونقدر عنوانشون جذاب به نظر نمیرسه، که خب این یک اشتباهی بود که خوشبختانه توی بازی اینفینیت یاد گرفتن و دیگه توی اون بازی خبری از باس آخر مزخرف نبود. شماره 2، ویچر 3. فکر میکنم الان یه ذره خونتون به جوش اومده، چرا که میدونم ویچر 3 طرفدارای زیادی داره و از نظرشون بازی ویچر 3 بی‌نقصه. شک نکنید که خودم به شخص عاشق ویچر 3 هستم و حتی ویچر 2 هم خیلی دوست دارم. اما یه موضوعی در مورد ویچر 3 وجود داره که فکر میکنم همه اگه بخوایم منصفانه بهش نگاه بکنیم به من حق میدید، اونم اسب سواریه. یکی از چیزایی که واقعا توی بازی روی مخ شما بود اسب سواری بود، چرا که کنترل روچ به هیچ عنوان لذت بخش نبود. یه ذره به زمانی که بازی کردید فکر بکنید، قطعا شما هم یادتون میاد که ساده ترین کارا رو با اسب نمیتونستید بکنید، اینکه بارها به درخت میخوردید و زمانی که مثلا میخواستید از روی یک پل ساده رد بشید هی به در و دیوار میزدید. چرا اینطوری بود؟ به خاطر اینکه سیستم سوارکاری توی بازی ویچر 3 در آخر پروژه صورت گرفت و به همین دلیل اونا تایم کافی رو نداشتن تا بتونن یک سیستم درست درمون ایجاد بکنن و به همین دلیل که بخش اسب سواری به هیچ عنوان حال نمیده. شماره 1، رزیدنت اویل 4.
بریم سراغ یکی از بهترین بازی های سری رزیدنت اویل که خیلی ها باور دارن بهترین بازی سبک هارر هم به حساب میاد، که خب اون جای بحث داره. رزیدنت اویل 4 واقعا بازی بود که همه ازش لذت بردن، چه نسخه اوریجینال و چه نسخه ریمیک، که خودم به شخص اوریجینال رو ترجیح میدم. اما یک مرحله توی اون بازی وجود داشت که خیلی روی مخ بود. میدونید یه مرحله که نه، بخشایی که شما به جای اشلی بازی میکردید. آره دفعه اولی که شما میرفتید به جای اشلی حال میداد، اما بعدش دیگه روی مخ میرفت، این که شما عملا هیچ کاری رو نمیتونستید بکنید و به راحتی میمردید. ما عادت داشتیم که تا اون لحظه به جای لیام بازی بکنیم و لیام میتونست هر دشمنی رو از پا در بیاره. این که یک بخش مخفی کاری اینطوری به بازی اضافه کرده بودن به هیچ عنوان به نظر من نیاز نبود، چرا که توی بقیه بازی های رزیدنت اویل شما نمیتونید همچین چیزی رو پیدا بکنید. اونا میخواستن این سیستم رو امتحان بکنن و امتحان هم کردن و فهمیدن به درد نمیخوره. خوشبختانه اونا دیگه توی بقیه بازی ها ازش استفاده نکردند. و خب اینم از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. میدونم که خیلیاتون دنبال داستان بازی سوساید اسکواد کیل دی جاستس لیگ هستید. خب فردا براتون یه سورپرایز دارم، نگران نباشید و تا اون موقع مراقب خودتون باشید. یادتون نره که ما لایک و سابسکرایب بکنید. تا فردا، خدافظ.